سلام دوستان خب تو این جلسه ما میخوایم در خصوص اینکه چطور میتونیم تعداد روزها رو تو یک فاصله زمانی به دست بیاریم صحبت میخوایم بکنیم خب ما اگر دو تا تاریخ داشته باشیم مثل تاریخ اینجا که واسه 26 6 هستش و 12 1 2020 بخوایم تعداد روزهایی که بین این دو تا تاریخ هست رو به دست بیاریم میتونیم از تابع ساده دیز استفاده بکنیم به طوری که فقط کافیه که روز پایانی یعنی روز بزرگه رو توی آرگومانت اول ورودی اول بذاریم و روز شروع رو روز کوچیکه رو توی آرگومانت دوم بذاریم که اینجا میبینیم که بی سه دومی هستش و بی دو اولی هستش که تعداد روزها رو داره به ما میده خب خیلی تابع ساده هست و کاربردی هم هستش که ما تعداد روزها رو داشته باشیم بین دو تا تاریخ یه موردی اینجا باید حتما تاریخ ها میلادی باشه گفتیم که تاریخ ها رو بخوایم خورشید بکنیم کافیه که بیایم توی دیت فرمت اینجا پرشین رو پیدا بکنیم و پرشین انتخاب بکنیم پرشین ایران رو انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم و در واقع بر اساس تاریخ خورشیدی به ما میده ولی ورودیش همون ورودی میلادی هستش پس ورودی باید به صورت میلادی باشه اینم که تابع تو یعنی امروز رو انتخاب کردم خب تعداد روزها رو به دست آوردیم ولی یه سری نکات وجود داره تعداد روزها رو که داریم به دست میاریم توی سالهای مختلف ممکنه سال کبیسه باشه نباشه و بر اساس مثلا حالا نوع ماه که مثلا سی روز است سی و یک روز است مهم اینه که تو چه ماهی هم قرار گرفتیم این تعداد روزها محاسبه میشه یه دیگه هم واسه تعداد روزهایی هستش که از دی 360 استفاده بکنیم دی 360 دقیقا مثل این میمونه که من بگم توی یک سال 360 روز وجود داره دیگه در نظر نگیرم کبیسه بوده یا نبوده دی 360 شاید واسه بعضی ها کاربردی باشه اما خب بیشتر از همین تابع دیت استفاده بکنیم این تابع هم سه تا آرگومانت داره اولین آرگومانتش که روز شروع هست برعکس دیز کوچیکه رو باید اول بذاریم اندیت که بزرگه هستش رو باید دومی بذاریم یه دونه آرگومنت متد داره که دو تا ورودی ترو و فالز می اگه ترو بگیره حالت اروپایی داره محاسبه میکنه و اگر فالز بذاریم حالت آمریکایی حساب میکنه این دو تا حالت هم زیاد تفاوتی ندارن تفاوتش و این هستش که اگر ماه آخر یعنی این روزایی که اینجا داریم میذاریم کن... هر کدوم از اینا توی مثلا سی روز یا آخرین روز ماه قرار بگیره روز سیوم رو در نظر میگیره و تو حالت آمریکایی واسه ماه پایان یه تفاوت دیگه ای هم در نظر میگیره میگه اگر آخرین روز ماه باشه بسته به اینکه اون ماه سی روزه سی یک روزه یا و رو روزه میبرمش تو یکم ماه بعد یا همون سیوم ماه رو قرار میدم پس فقط توی نحوه تعریف آخرین روز ماه با هم فرق دارن اروپا یا یو خب شاید زیاد تو ایران کاربردی نباشه اما تابع دیس خب خیلی کاربردی هستش که تعداد روزها رو میده یه تابع خیلی کاربردی دیگه این هستش که من بخوام تعداد روزهای کاری رو حساب بکنم یعنی چی تعداد روزهای کاری یعنی اینکه من تعطیلات آخر هفته و تعطیلات در واقع میان سال توی سال رو حذفش بکنم از این تعداد روزها اگه توجه کنید networks days هستش این تابه تابه های دیگه یه هم وجود داره واسه اینکه من تعداد روزهای کاری رو حساب بکنم ولی من به نظرم اومد که این از همه کاربردی تره و خب بیشترم استفاده کردم و به خاطر همین فقط این یه دونه رو که از همه بیشتر کار به کار میاد رو دارم توضیح میدم خب این تابه هم دقیقا اول باید روز شروع که کوچیکه هست رو اول بذاریم برعکس دیز و تا روز پایان که بزرگه هست رو اول بذاریم و دو تا آرگومانت دیگه هم داره آرگومانت اول ویکند هستش ویکند یک عدد میتونیم بذاریم اگر عدد یک رو بذاریم شنبه یک شنبه رو تعطیل قرار میده اما اگر عدد 16 رو بذاریم فقط جمعه ها رو در واقع داره تعطیل آخر هفته در نظر میگیره پس ما تو ایران عدد 16 که فقط جمعه هست رو استفاده میکنیم یه راه دیگهش هست که بعضی از سازمان ها با هم تعطیلند اونا چیکار باید بکنن اونا هم باید یه عدد بذارن که اون عدد رو میتونیم بیاین توی وبسایت ما توی تابای که اینجا تعریف کردیم تابه نتورک آی انتی. اینجا خرشنگ براتون توضیح دادیم که هر کدوم از این ورودی ها چی میتونه باشه مثلا اگر من پنجشنبه و جمعه هم تعطیل باشه باید عدد 6 استفاده بکنم پس عدد 6 رو باید به جای 16 قرار بدم که دو روز در هفته پنجشنبه و جمعه های من تعطیل باشه آخرین آرگومانت اون هالیدیز هستش یعنی تعطیلاتی که دارم من یه جا میام تاریخ هایی که تعطیلی وجود داره توی این سال ها یا تو اون بازه زمانی که هستش فقط هم تو اون بازه زمانی دیگه اون تعطیلات رو قرار میدم مثلا این روزها تعطیل بودن اینا رو همینطوری زدیم و بعد این بازی یا رنج رو انتخاب میکنم بعد اگر اوکی کنیم میبینیم که 595 روز کاری بین این دو چند سال وجود داره که با سمون محاسبه میکنه بر اساس تعداد حالی که داریم تعطیلاتی که داریم و بر اساس آخر هفته هایی که پنجشنبه جمعه تعطیل باشه حالا سازمان هایی که فقط جمعه تعطیلن 16 رو میتونن انتخاب کنن اینجا هم اگر اعداد رو بزنیم به این وقتی که تابره رو دارین تایپ میکنین اینجا میتونین اعداد مختلف رو ببینین که چه روزایی هستش ببینین یک شنبه و یک شنبه هست شیش پنج شنبه و جمعه رو آخر هفته در نظر میگیره و 16 فقط جمعه رو در نظر میگیره یه دو دیگه هست به نام دیت دی ایف این تابع توی در واقع فرمول های اکسل وجود نداره اگر بیاین تو قسمت دیت میبینیم که اینجا یه چنین تابعی وجود نداره و اگر هم اینجا تایپش بکنیم مساوی با دیت بینیم که اینجا چیزی نمیاره دیت دی if رو اگر بزنین اینجا باید خودتون آرگومانتا رو وارد حتی اگر اینم بزنین اینجا فقط یه دونه ورودیش رو میاره واسه شما نشون میده خب پس یه تابع هیدن هست یه تابع پنهان هست اما از همه اینا کاربردی تره چطور من فقط مثلا میخوام تعداد سالها رو داشته باشم ناکنین سه تا آرگومانت باید بش بدم سه تا ورودی باید بش بدم شروع کوچیکه پایان آخریه بزرگه و یه دونه تکس هستش که اینجا ورودی هاشو نوشتیم باستون که میتونه سال باشه ماه باشه روز باشه تعداد روزهای آخرین ماه اگر من بر اساس تعداد ماه ها را بخوام بشمارم تعداد روزهای آخرین سال اگر بر اساس تعداد سال شمارش داشته باشم و تعداد ماه آخرین سال اگر بر اساس سال شمارش داشته باشم خب اینجا مثالاش آوردم. مثلا گفتم آقا بین این دوتا تاریخ بر اساس تابع دیتیف اگر استفاده کنیم 19 سال میگذره حالا چند روز و چند ماهش رو اینجا میتونم محاسبه بکنم میگم اگر وای ام بذارم یعنی تعداد سالها رو بشمار بعد که شمردی خوردهش میشه تعداد ماها تعداد ماها رو میشماره واسه من که میشه 6 ماه اما روزاش هم خورده ممکنه داشته باشه که اینجا از امدی استفاده کنم یعنی تعداد ها رو شمردی تعداد روزهای خوردش رو به من بده که میشه 17 روز پس اگر مثلا سن رو بخوام بگم آقا یه کسی تو سال مثلا 1379 به دنیا اومده باشه و الان تاریخ رو زده باشم چند سالشه اینجا میتونم از طریق این سه تا تابه بگم 19 سال و 6 ماه و 17 روز که اینجا من با عملگر اند اینا رو ترکیب کردم با سال و ماه با تکس که آخرش بتونم مثلا یه تکس داشته باشم که بگم سن شما برابر است با 19 سال و 6 ماه و 17 روز حالا اینجا من فقط اگر ام بذارم تعداد ماه ها رو از بین در بین این دو تا تاریخ به من میده و اگر دی بذارم تعداد روزها رو میده که میبینیم با تابع دیز برابر این خب ممنونم از توجهی که داشتین تا جلسه بعد خدا نگهدار برای دیدن جای تعین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت کام کانال یوتیوب diaqo ltd و کانال تلگرام diaqo ltd مراجعه بکنید